بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال و خرسندیم که در خدمت شما هستیم با آموزش نرم افزار آدامز. این ویدیو توسط علیرضا عباسی مشایی و مسعود سلطان رضایی، دانشجویان دکتری مهندسی مکانیک، گرایش دینامیک ارتعاشات کنترل از دانشگاه تربیت مدرس، برای ارائه بر روی فرادرس تهیه و ضبط شده است. نرم افزار آدامز ابتدا در اواخر دهه 80 میلادی توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه میشیگان تهیه شد. آدامز یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای مهندسی به کمک کامپیوتر در زمینه دینامیک سیستم‌های چند جسمی یا مولتی بادی سیستم داینامیکس است و توسط شرکت MSC سافتور توسعه داده شده. این نرم‌افزار در مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی به طور گسترده برای شبیه‌سازی، تحلیل و تست سیستم‌های مکانیکی مختلف استفاده می‌شود. در اینجا به سراغ یک فیلم میریم که توسط خود کمپانی آدامز تهیه شده و در اون نشون میده که چه قابلیت‌ها و کاربردهایی داره این نرم افزار. در اینجا شبیه سازی فرود یک فضاپیما روی مریخ رو مشاهده میکنیم که ناسا توسط آدامز اون رو انجام داده. اونطور که گفته شده بدون آدامز خیلی از این تحلیل ها قابل انجام نبوده. در اینجا موارد مختلف کاربرد نرم افزار رو خدمت شما عرض می‌کنیم. آدامز تشکیل شده از Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems. همونطور که ملاحظه می‌کنید تحلیل دینامیکی به صورت خودکار مورد استفاده اصلی این نرم افزار هست. در اینجا بررسی اجزای متحرک مجموعه رو ملاحظه میکنین که یک سیستم تعلیق یا فنربندی خودرو هست و اینجا دیفرانسیل خودرو که در این نرم افزار شبیه سازی شده. کمپانی های مختلفی از این نرم افزار برای کارهاشون استفاده میکنند و از این نرم افزار برای بررسی هلیکوپتر، هواپیما، فضاپیما و انواع کاوشگر، همچنین انواع تحلیل های حد دوام، سیستم انتقال قدرت، ایمنی و همچنین خوشفرمانی خود رو و سیستم انتقال حرکت و شاسی اون استفاده میشه. در اینجا هم فرود و پرواز وسایل نقلیه مختلف شامل تایرهای اونها و اجزای سازه اونها مورد تحلیل قرار میگیره که ملاحظه میکنین تحلیل به چه صورت است. کاربردهای مختلف نرم افزار در ماشینالات مختلف، ماشینالات کشاورزی و همچنین در موارد شهری و انواع جعبه دنده ها و همچنین ابزارآلات دقیق و CNC. سیستم ترمز و سیستم تعلیق یا فنربندی خود رو با تحلیل فرکانسی میشه ارزیابی کرد. اون رو با تحلیل اجزای سیستم میتونیم رفتار کل مجموعه رو مطالعه کنیم، کاری که در نرم افزار آدامز میتونیم اون رو انجام بدیم. همونطور که ملاحظه میکنیم سیستم ترمز و سیستم تعلیق خود رو از لحاظ تنش ها و بارهای وارده مورد بررسی قرار میگیره تا تشدیدهای اون بررسی بشه و نقاط تشدید شناسایی بشه. یکی دیگه از دلایل استفاده از این نرم افزار پیشبینی بارهای وارده به سیستم برای تحلیل اجزای محدود هست. همونطور که میدونین پیشبینی بارهای دینامیکی وارده بسیار مشکل هست، به خصوص در سیستم هایی که اجزای پیچیده‌ای دارند، ولی این کار به صورت دقیق در این نرم افزار قابل انجام هست. همچنین شبیه سازی نیروهای خارجی که از طبیعت هستند مثل نیروی باد بر روی توربین بادی در این شکل نشون داده شد. نشان دادن مناسب انعطاف پذیری برای یک مجموعه هم امر مهمی هست که میتونیم اون رو در این نرم افزار انجام بدیم، به خصوص برای سیستم هایی که وزن کم و سرعت بالایی دارن. برای نمایش تغییر شکل و آثار اون و همچنین محاسبه نیروهای وارده بر اجزای اصلی. در این نرم افزار موارد دیگه ای هم در نظر گرفته شده. اینجا نیروهای ورودی بر یک جت رو ملاحظه کردیم و روش هایی که میتونیم این تحلیل رو انجام بدیم. میتونیم از طریق وارد کردن فایل MNF در محیط آدامز ویوفلکس این تحلیل ها رو داشته باشیم. یکی دیگه از موارد کاربرد نرم افزار یک پارچه سازی سیستم کنترل هست. یکی از اهداف در مهندسی کنترل سیستم موجوده. این توانایی در نرم افزار آدامز به صورت مستقیم از طریق آدامز کنترل و یا از طریق ارتباط آدامز
با بقیه نرم افزارهای طراحی و کنترلی قابل حصول هست. اینجا هم ارتباط این نرم افزار رو با بقیه نرم افزارها ملاحظه میکنیم. در ادامه لازم هست که من مقداری در مورد دینامیک وسایل نقلیه صحبت بکنم. ویکلز یا وسیله نقلیه به ماشین های اطلاق میشه که جابجایی و حمل انسان و یا بار رو میتونن انجام بدن. این سیستم ها در چند دسته میتونن قرار بگیرن. یکی سیستم هایی که روی زمین حرکت میکنن، شامل مواردی که ملاحظه میکنیم، خودروهای سبک و سنگین و همچنین انواع موتورسیکلت ها. علاوه بر این خودروهای زمینی و وسایل نقلیه زمینی شامل وسایل نقلیه ریلی هم میشن و یا وسایلی که به صورت ریل بار مثل تانک ها حرکت میکنن و جزء خودروهای تاکتیکی به حساب میان. غیر از این مورد خودروهای دریایی و یا زیردریایی رو داریم که در این شکل اونها رو ملاحظه میکنین. اینها رو هم جزء وسایل نقلیه دستبندی میکنن و وسایل نقلیه هوایی یا فضایی که شامل هلیکوپترها، پهپادها، هواپیماها و فضاپیماها میشن. برای هر کدوم از این وسایل نقلیه چون حرکت اونها در فضا هست میتونیم 6 نوع درجه آزادی در نظر بگیریم، همونطور که 3 تا از اینها رو در شکل ملاحظه میکنیم. پیچ یا کلگی که در خودروها یا بقیه وسایل نقلیه میتونیم اون رو ببینیم، حرکت رول یا چپ شدن و همچنین حرکت یا پیچش به دور محور عمود بر خودرو. همین دسته‌بندی در مورد بقیه وسایل هم هست. در اینجا 6 درجه آزادی یک کشتی نشون داده شده که 3 درجه آزادی دورانی و 3 درجه آزادی جابجایی داره در راستاهای افقی، طولی و عمودی. در این شکل هم جهت مثبت حرکت پیچ، رول و یا رو ملاحظه می‌کنیم که برای یک هواپیما و حول مرکز جرم اون در نظر گرفته شده. حالا به ادامه فیلمی می‌پردازیم که توسط کمپانی برای بیان کاربردهای این نرم افزار تهیه شده. سرعت تخریب نوآوری با کاوش مفاهیم طراحی چندگانه، بهینه‌سازی طرح‌ها و مدل‌ها در سطوح گوناگون به وسیله این نرم افزار به طراحی‌های مفهومی در مراحل مقدماتی کمک شایانی می‌کنه. در اینجا تأثیر انواع جاده‌ها و دست‌اندازها بر حرکت موتورسیکلت در حال بررسی هست. مورد دیگه مدل‌سازی و شبیه‌سازی قطعات انواع ماشین‌آلات هست. مجموعه‌های مختلفی که استفاده از اونها در صنعت متداول هست در نرم افزار ادمز قابل ایجاد و تحلیل هست، همونطور که در شکل هم چند مورد از اینها رو ملاحظه می‌کنیم و ما هم چند مورد از اونها رو آموزش خواهیم داد. مورد دیگه در اختیار قرار دادن محیطی واقعی برای طراحی، تست و تحلیل‌های دینامیک خودروهای مختلف هست. به عنوان مثال میشه در محیط ادمز نمونه‌های اولیه کل یا بخشی از سیستم را به صورت مجازی ساخت و حتی اونها را در شرایط بیرونی مختلف مثل جاده‌های یا ناهمواره‌های مختلف تست و بررسی کرد، همونطور که در اینجا هم ملاحظه کردیم. توانایی بالا در تهیه موارد سفارش داده شده. فکربنده‌های باز و نامحدودی در ادمز قابل تهیه هست، مثل همین مکانیزم موتور احتراقی که ملاحظه کردیم. این مجموعه ها توسط شرکت های مختلفی قابل استفاده هستند که میتونن اون رو تغییر هم بدن و نظرات سفارش دهنده رو روی اون اعمال کنن. این هم در زمینه های مختلف از جمله بایومکانیک و موارد مرتبط با توانبخشی که برای هر بیمار منحصر به فرد هست مهمه. توانایی ارزیابی فرایندهای طراحی مفهومی، مدل سازی و همچنین تحلیل و تست سیستم های مد نظر برای پیش بینی و مدیریت کل پروژه تولید، بهینه‌سازی و کنترل و در نهایت جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان برای تهیه محصولات ایمن و مقرون به صرفه در اسرع زمان از اهداف اصلی همه پروژه ها به حساب میاد که کل این موارد در نرم افزار ادمز قابل انجام هست. بعد از معرفی کلی نرم افزار و بیان کاربردهای اون و همچنین معرفی نوار ابزارهای مختلف اون، به معرفی تب‌های مختلف نرم افزار خواهیم پرداخت، از جمله تب بادیز، کانکشنز، موشنز، فورسز، ماشینری، سیمولیشن و ریزالتس. در قسمت بعدی به شبیه‌سازی و تحلیل حرکت سقوط آزاد و حرکت پرتابه در نرم افزار می‌پردازیم و مواردی مثل سرعت اولیه برد و حداکثر ارتفاع رو محاسبه خواهیم کرد. شبیه‌سازی و تحلیل حرکت میلنگ یا لنگ لغزنده هم از مواردی که بررسی اون مد نظر ما هست. همینطور که ملاحظه می‌کنید
یک سیستم سیلندر و پیستون شامل میلنگ و شاتون و میلنگ لغزنده طراحی شده که در این مجموعه اون رو مورد بررسی قرار میدیم. مدل سازی حرکت مهره لغزنده روی میله دوار هم در اینجا شبیه سازی میشه. مورد دیگه شبیه سازی و تحلیل نوسانات مجموعه جرم و فنر و دمپر به همراه یک میله معلق هست که به طور کامل مورد ارزیابی قرار میگیره. آموزش شبیه سازی حرکت انواع آونگ و تحلیل نوسانات اونها و همچنین یک آونگ تی‌شکل و بعد از اون شبیه سازی ارتعاشات پیچشی دیسک محور به همراه بررسی رفتار دینامیک مجموعه تحت انواع ورودی ها از قبیل شرایط اولیه و یا بارهای خارجی مثل تورک پیچشی. انواع چرخ‌دنده ها هم در این مجموعه مورد بررسی و مدل سازی قرار می گیرن. اینجا دو چرخ‌دنده که حالت اینترنال دارن رو مشاهده می کنیم که تحلیل می کنیم در آینده و چرخ‌دنده سیاره ای. علاوه بر این مجموعه تسمه و پولی رو هم شبیه سازی می کنیم و حرکات اونها رو آنالیز می کنیم. شبیه سازی تیرهای مختلف یعنی با انواع تکیگاه ها و سطح مقطع‌ها تحت بارهای خارجی و بررسی ارتعاشات عرضی به روش اجزای محدود مورد دیگه‌ای هست که مد نظر ماست. اینجا یک شفت یک سرگیردار را ملاحظه می‌کنیم که بار خارجی به اون اعمال میشه و اینجا یک بیم دو سرگیردار که یک بار متمرکز به مرکز اون وارد میشه و به روش اجزای محدود ارتعاشات پیوسته مجموعه بررسی خواهد شد. همچنین انواع مکانیزم‌ها مورد نظر ما هست که اونها را بتونیم شبیه سازی کنیم. ملاحظه میکنین یک مکانیزم 4 میله‌ای و همچنین بررسی برخورد بین اجسام مختلف از قبیل اجسامی مثل کره و صفحه، برخورد کیسان و ناکیسان بین دو جعبه و شبیه سازی و تحلیل برخورد دو آونگ که یکی از اونها آونگ مستقیم هست و دیگری آونگ معکوس. در اینجا انواع فنربندی رو هم مورد بررسی قرار میدیم. شبیه سازی و تحلیل مکانیزم جک خود رو یا مکانیزم جک تاشو هم مورد دیگه هست که برای بررسی انواع قیود و مفصل ها اون رو آوردیم و شبیه سازی کردیم. همچنین شبیه سازی خود رو به کمک مدل یک چهارم سیستم تعلیق و اعمال بارهای ناشی از جاده هم از بارهای هارمونیک و پله‌ای به سیستم و بررسی حرکات قائم سرنشین هم در این مجموعه انجام میشه. آموزش مدل سازی و تحلیل حرکت مقید از موارد مهم دیگه‌ای هست که در اینجا اون رو خواهیم داشت. حرکت مقید در یک بازی شیاردار رو مدل سازی کردیم و آموزش بهینه سازی پرتاب جسم طرف هدف و تعیین پارامترهای مطلوب از قبیل کمترین زمان، بهترین زاویه پرتاب، بهترین سرعت و بهترین مسیر هم ارائه خواهد شد. در نهایت آموزش شبیه سازی حرکت آزاد جسم و بررسی اثرات استکاک اهم از استکاک استاتیکی و استکاک دینامیکی و پیدا کردن زوایای بحرانی و همچنین استکاک‌های بحرانی مد نظر هست و بررسی حرکت جسم تحت انواع نیروها روی سطح شیبدار هم مورد دیگه هست که اون رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. در ادامه کار می‌خوایم به معرفی محیط‌های مختلف نرم افزار ادمز بپردازیم. نرم افزار ادمز با قابلیت‌های متنوع و بالایی که داره پژوهشگران رو توی مدل سازی، آزمایش، آنالیز و بهینه سازی طرح‌های سیستم‌های مکانیکی قبل از انجام پیشساخت فیزیکی کمک می‌کنه. در واقع وقتی می‌خوام یک طرح مکانیکی رو بسازیم یا پیاده سازیش کنیم، در ابتدا لازمه که شبیه سازی انجام بشه. شبیه سازی می‌تونه استاتیکی باشه که خب با نرم افزارهای استاتیکی انجام میشه، ولی یه زمانی وقتی دینامیک سیستم و حرکت سیستم مهم هست، ما باید توی نرم افزارهایی که دینامیک رو شبیه سازی میکنن این کار رو انجام بدیم. ادمز تو این زمینه به ما کمک میکنه. در واقع با بهره گیری از بخش های مختلف نرم افزار ادمز، با شبیه سازی حرکتی سیستم و محاسبه بارهای دینامیکی وارده، میتونیم عمر قطعه رو توی چرخه کاری بررسی کنیم یا حتی اگه قطعات و مکانشون مشکل داره اونا رو به صورت دقیق تر انجام بدیم. همچنین بعد از اینکه ساخت اون انجام شد، توی بررسی پایداری و کنترل ارتعاشات میتونیم این ارتعاشاتش رو کنترل کنیم و تست های قطعات رو انجام بدیم. مثلا
نیروهای مختلف وارد بر قطعه رو بررسی کنیم. مثل همین شکلی که دارین مشاهده میکنین، نیروهای وارده به چرخها بررسی میشه. در واقع از قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار ادمز میتونیم به پویا نمایی چند سطحی و نمایش حرکت اجسام به صورت سه‌بعدی و تجزیه تحلیلشون، ایجاد و آزمایش نمونه مجازی از سیستم‌های مکانیکی، و چون تحلیل‌ها توی نرم‌افزار انجام میشه قطعاً هزینه و زمان کمتری برای تست توی سیستم گرفته میشه. در واقع حل معادلات سینماتیکی، آمار و دینامیکی سیستم رو میشه با نرم‌افزار ادمز انجام داد و شبیه سازی حرکت سیستم و اندازه‌گیری نیروها توش انجام میشه. این نرم‌افزار قابلیت ارتباط با نرم‌افزارهای تخصصی مثل کتیا، انسیس، سالید ورک، پرویی و سایر نرم‌افزار تخصصی رو داره. سه بخش اساسی داره ادمز که یکی از مهمترین هاشون ادمز ویو هست. توی این محیط که محیط بسیار قدرتمندی هست، به راحتی میشه اجزای تشکیل دهنده مدل مکانیکی رو ایجاد کرد و مکانیزم مطلوب رو مدل سازی کرد. این محیط امکان شبیه سازی حرکات سیستم مکانیکی و یافتن طرح بهینه و مطلوب مکانیزم رو به همون میده. توش میتونیم مدل سازی سه‌بعدی خود سیستم، تعریف قیدها و مفصلها و گرفتن انیمیشن سه‌بعدی، نمایش نیروها، جابجایی و حتی تحلیل تنشها رو انجام دهیم. محیط بعدی که مهم هست توی ادمز، ادمز سولور هست. ادمز سولور یکی از ابزارهای کاربردی و قدرتمند تحلیل عددیه توی نرم‌افزار ادمزه که به صورت خودکار معادلات حرکات رو حل میکنه. با استفاده از اون میتونیم مدل سیستم‌های مکانیکی رو ایجاد کنیم، تست و اصلاح کنیم. و اگه اونو با ادمز لینیر ادغام کنیم، میتونیم حتی مدل‌های مکانیکی غیر خطی رو که تحلیل بسیار سختی دارن رو خطی کنیم و با بردن نتایج شبیه‌سازی به یه محیط گرافیکی مثل ادمز ویو، مدل رو بهینه‌سازی کنیم و از خروجی‌هاشون نمودار تهیه کنیم. محیط بعدیش هم ادمز پست پروسسور هست که یک ابزار پس پردازش قدرتمنده که میتونیم نتایج شبیه سازی سیستم ها رو که تو ادمز انجام شده توش ملاحظه کنیم. در واقع یک محیط بسیار مهمی که داره، یکی برای شبیه سازیه، یکی برای انجام تحلیل های عددیشه و یکی هم برای گرفتن نمودار ها مثل نمودار موقعیت، سرعت و شتاب و سایر نمودار. اما اگه بخوایم دقیقا محیط‌های مختلف نرم‌افزار ادمز رو ریز به ریز بررسی کنیم، همونجوری گفتیم ادمز ویو خب مهمترینشه که دستورات اولیه برای ساختن مدل‌ها، اعمال نیروها و شبیه‌سازی حرکتشون رو انجام میده. توی این محیط اگه بخوایم ریزتر بشیم، میتونیم بگیم که با در اختیار داشتن یک سری از دستورات مدل‌سازی، سیستم یا قطعه رو میتونیم مدل کنیم و مدل‌های ایجاد شده رو به بخش پردازش نرم افزار معرفی کنیم و همونجا پردازش انجام بشه و نتایج دیده بشه. ادمز ویو تنها قسمتی از مجموعه کامل شبیه‌سازی حرکات دینامیکیه که میشه اونو به صورت یک بسته نرم افزاری مجزا از تولید کننده خریداری کرد، چون در واقع بسیاری از مدل سازی‌ها و تحلیل‌ها رو خودش انجام میده. محیط بعدی که میخوام معرفی کنم ادمز فلکس هست که توش میتونیم قطعات و مجموعه های انعطاف پذیر رو ایجاد کنیم. فایل های ایجاد شده توی این محیط میتونه ارتباط مستقیم با نرم افزارهای شبیه سازی مثل انسیس یا نسترن رو داشته باشه. در نهایت تعداد زیادی از کوپلینگ ها یا اتصالات با نیروهای متفاوت رو میشه به این مجموعه اعمال کنیم. در واقع اگه بخوایم یک سیستم انعطاف پذیر داشته باشیم، مثل بررسی خود تایرها، ادمز فلکس میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. محیط بعدیش ادمز اوتو فلکس هست که جهت مدلسازی بدنه های انعطاف پذیر خاص هست و الگو گرفته شده از دستورات محیط اجسام انعطاف پذیر که اونم برای انعطاف پذیری چند وجهی مجموعی از بردارهای نیروی مختلف به طور مکرر به مدل و اعمال نتایج نهایی استفاده میشه. ادمز کنترل محیط بعدی است که میخوام واسه معرفی کنم.
به کاربر اجازه میده تا مدل ادمز خودش رو در واقع به صورت یک بلوک دیاگرام ایجاد کنه و حتی میتونه توسط برنامه‌های کاربردی دیگه مثل مطلب متصل بشه و به این ترتیب سیستم مکانیکی رو کنترل هم انجام بده. در واقع فقط شبیه سازی مکانیکی و تحلیل مکانیکی نیست که ادمز انجام میده. تو ادمز کنترل میتونیم کنترل سیستم رو انجام بدیم. و این محیط در واقع ترکیبی از ابزارهای شبیه سازی سیستم‌های مکانیکی و کنترلی میتونه باشه که به مدل ادمزمون سیستم کنترلی اضافه میکنه و سیستم ترکیبی رو شبیه سازی میکنه. احتیاجی به نوشتن معادلات نداریم و شبیه سازی کنترلی انجام میشه. نتایج و تحلیل‌های عددی و کنترلی رو هم بهمون میده. ادمز لینیر در واقع فرمول‌های پیچیده حرکتی رو برای سهولت در ارزیابی و محاسبه استحکام یا ارتعاش یک سیستم کامل مکانیکی بهمون میده. وقتی سیستممون خیلی غیر خطی باشه، خب تحلیل‌هاش سخت میشه. در واقع تو اینجا توابع یا معادلات غیر خطی که توسط فرکانس طبیعی سیستم به وجود اومده مورد تحلیل و ساده‌سازی قرار میگیره که دقت اونها نیز ارتباط مستقیمی با نحوه مشبندی و دقت محاسبات از روش اجزایی محدود داره. ادمز وایبریشن برای تحلیل مود شیپ یا شکل مودهای نوسانی و همچنین پاسخ اجباری مدل در محدوده فرکانس‌های پایین‌تر یا بالاتر از فرکانس طبیعی سیستم به کار می‌ره. در واقع کمک به تحلیل ارتعاشات سیستم هست. تو این نرم‌افزار می‌تونیم تحلیل‌ها رو مستقیماً انجام بدیم یا از طریق محیط‌های دیگه به محیط وایبریشن وارد بشیم یا از اون خارج بشیم. از دیگر قابلیت‌های این محیط میتونیم به تعیین توابعی که بیانگر محدوده فرکانسی ورودی هستند از روش‌های مثل جاروب کردن دامنه سینوسی، ارزیابی توابع فرکانس پاسخ از طریق مقادیر و اندازه‌ها در فاز تحریک، نمایش پاسخ اجباری کل سیستم یا تک تک اجزای آن نسبت به نیروهای وارد شده و پارامترهای تنظیم شده اشاره کرد. مثلا اینجا تحلیل میله استابیلایزر هست که توسط نرم‌افزار ادمز انجام شده و نمودار تحلیل شدهش رو مشاهده میکنیم. محیط بعدی ادمز هیدرولیک هست که در واقع کلیه اجزای سازنده مدار یک سیستم هیدرولیک اما از شیرهای هیدرولیک، جک‌های هیدرولیک و غیره رو در بر داره. با استفاده از ادمز هیدرولیک میشه سیستم‌های مرکب مکانیکی رو شبیه سازی کرد. اتومبیل‌ها، هواپیماها و ماشین‌آلات سنگین به عنوان مثال‌های کاربردی از ترکیب سیستم‌های مکانیکی و هیدرولیکی هستند. محیط بعدی ادمز انجین هست که ادمز انجین امکاناتی برای تنظیم و بهینه کردن موتورها در اختیار ما قرار میده. حالا این تنظیمات میتونن شامل تنظیم تایمینگ موتور بر اساس تسمه ها، پیستون ها یا میلنگ باشن تا شرکت های خودروسازی بتونن مشکلات احتمالی رو پیش بینی و رفع کنن. در واقع قبل از اینکه اون سیستم ساخته بشه اون موتورشون رو اینجا شبیه سازی میکنن، همونجوری تو شکل هم میبینین و تحلیل های مختلف و روش انجام میدن. مثلا توی این شکل تحلیل تنش ومیسز روی سیستممون انجام شده. محیط بعدی ادمز کار هست که این محیط یک محیط ویژه برای مدل سازی وسایل نقلی است. با استفاده از اون میتونیم به زیرساخت‌های مربوطه به یک وسیله نقلیه برسیم و اونو ایجاد کنیم. با تعریف کردن زیر سیستم‌های وسیله نقلیه نظیر بدنه، جلوبندی، سیستم تعلیق و سیستم فرمان میتونیم کلیه این سیستم ها رو روی اون مونتاژ کنیم و بررسی و تحلیل های سیستم رو انجام بدیم. مثلا اینجا توی یه قسمت بررسی قسمت شاسی موتور و ماشین هستش که البته خود بررسی شاسی یک محیط جدایی هم داره به نام ادمز چیسیز که توی این محیط آنالیز کامل موتور از لحاظ شاسی انجام میشه. توی این شکل هم که داریم مشاهده میکنین شاسی سیستم پیاده شده و تحلیل و میسزش داره انجام میشه.
محیط بعدی که میخوام معرفی کنم ادمز درایور هست. توی ادمز درایور بخش‌های مختلف وسیله نقلیه از جمله فرمانبندی، سیستم ترمز، سیستم تغییر گشتاور موتور، سیستم کلاج و جعبه دنده رو تو شرایط مختلف مثل حرکت، دور زدن، حالا شتابی ثابت باشه یا متغیر که تمام اینا تعریف میشه توی اسید نرم افزار، تغییر جهت‌های ناگهانی، مانورپذیری و حتی تأثیر عوامل محیطی مثل باد رو میتونم از جنبه‌های مختلف تست و بررسی کنم. در واقع هر چیزی که یک سیستم رو درایو میکنه و حرکت میده ما میتونیم توی ادمز درایور بررسیش رو انجام بدیم. محیط بعدی ادمز دورابیلیتی هست که این محیط یک سری امکانات برای تست قطعات و مجموعه ها بر اساس پارامترهایی که در محیط واقعی بر جسم تأثیر میذارن تحت انواع بارهای دینامیکی و اثرات خستگی در اختیار کاربر قرار میده. در واقع تست قطعه ها این که چه میزان میتونن اون نیروها و شرایط رو تحمل کنن، چند سیکل این تحمل وجود داره و سیکل های بار مختلف رو بر سیستم میتونیم وارد کنیم و نتایج رو تجزیه تحلیل کنیم. با تعریف نیروهای وارد بر یک سیستم حتی شرایط بحرانی رو به دست بیاریم و ببینیم که مدل در چه زمانی شکسته میشه و حتی میتونیم این عملیات رو برای کل سیستم توسعه و بست بدیم. محیط بعدی ادمز ایرکرافت هست که برای شبیه سازی تخصصی هواپیماها و فضاپیماها استفاده میشه. در واقع اگه بخوایم غیر از سیستم های حرکتی که روی زمین حرکت میکنن توی فضاپیماها، توی هواپیماها این بررسی انجام بشه که خیلی برای افرادی که توی هوا فضا کار میکنن و در نخوره ادمز ایرکرافت میتونه محیط خیلی مناسبی باشه. ادمز ریل هم یه محیط هست که برای مدلسازی ریل های وسایل نقلیه استفاده میشه که دو تا مود داره. مود اولش استاندارد اینترفیس هست. وقتی این مود مورد استفاده قرار میگیره کاربر میتونه با الگوی موجود توی نرم افزار کار کنه و مدل های ریل رو ایجاد کنه و تحلیل کنه. اما مود بعدیش تمپلیت بیلدر هست که کاربر با مهارت کافی میتونه با استفاده از این مود الگوهای جدیدی از ریل ها رو ایجاد کنه و این مدل ها رو که ایجاد کرده به محیط استاندارد اینترفیس بفرسته و اونجا ازش استفاده کنه. محیط بعدی ادمز اکسچنج هست. این محیط قادر به اینه که فایل هایی رو که با فرمت های استاندارد مختلف از نرم افزار های کد مثل کتیا یا سالید ورک وارد شدن رو شناسایی کنه و بر روی آنها تحلیل انجام بده. تعدادی از پسوند های استاندارد که میتونه به این نرم افزار وارد بشه IGES, DXF, STEP, STL و یه سری پسوند های دیگه است که کاربر بعد از اینکه این فایل هایی با این پسوند ها رو وارد کرد میتونه تو محیط ادمز بر روی اونها انواع قیدها یا نیروها یا حرکت ها رو اعمال کنه و تحلیلش رو انجام. محیط بعدی ادمز اینسایت هست. این محیط یه محصول مستقله که میتونه به همراه ادمز ویو، ادمز جیسیز، ادمز انجین و ادمز کار به کار گرفته شد. این محیط کاری که انجام میده اینه که به کاربر اجازه میده تا با کارگیری مجموعی از ابزارهای آماری و انجام آزمایش‌های متعدد روی مدل مکانیکی نحوه اصلاح و بهینه‌سازی سیستم مورد نظر رو بهتر درک کنه. در واقع ترکیبی از تمام محیط‌ها رو میتونیم توی ادمز اینسایت به کار بگیریم. محیط بعدی ادمز تایر هست که همونجوری که تو شکل می‌بینین از این محیط برای بررسی رفتار پیچیده تایر که ذاتاً غیر خطی حرکات تایر استفاده کنه. در واقع چون تایر خیلی حرکاتش پیچیده و غیر خطیه یک محیط مجزا برای بررسی تایرها استفاده شده که نتایجش رو با مدل‌های تجربی گنجونده شده توی این نرم افزار میتونیم تطبیق بدیم. ادمز تایر برای مدل سازی و اعمال تمامی نیروها و گشتاورهای موجود در تایر، خودروهای جاده‌ای یا آنرود، خودروهای غیر جاده‌ای یا آفرود و چرخ هواپیما حتی توی هنگام بلند شدن، تیک آف یا فروند آمدن و لندینگ در حال حرکت روی مسیرها، جاده‌های یک نواخت یا حتی حین اعمال نیروهای غیر طبیعی مثل دست‌اندازها استفاده میشه. از نیروهای فوق میتونیم
نیروهای افقی یا عمودی که مستقیما وارد میشن یا نیروهایی که توسط رینگ یا توپی چرخ اعمال میشن و گشتاورهای قلفشی بررسی و تحلیل کنیم. توی این محیط میشه تغییر مکانهای بزرگ وسایل نقلیه، رفتار تایر در حین مانور، چرخش فرمان، ترمز یا شتابگیری شدید و ناگهانی، لغزیدن و سرخوردن رو مدل سازی کرد. همچنین امکان مطالعه موردی یا کیس استادی نوعی تایر خاص اگه بتونیم مشخصات اون تایر رو وارد کنیم و پارامترهای مربوطه رو تنظیم کنیم، در واقع میشه گفت که به گستره وسیع از نتایج تست اون تایر میتونیم دست پیدا کنیم. و آخرین محیط هم ادمز استیکی هست که برای تحلیل و طراحی و ساخت بعضی بخش‌های سفارشی به کار میره. یعنی بعضی از قسمت‌های خاص رو که نیاز به تنظیمات خاص داره و سفارش داده میشه رو میتونیم با ادمز استیکی انجام بدیم. این یه توضیح مختصری در مورد انواع محیط‌های ادمز بود که در واقع میشه نشون داد که تمامی وسایل نقلیه و حرکتی و دینامیکی رو محیط‌های مختلف ادمز میتونن واسه همون پوشش بدن و تحلیل و ارزیابی انجام بدن.